سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. امروزم با یک درس جدید از مجموعه درس‌های پک آدو در خدمتون هستیم. امروز می‌خوایم در مورد پس کمپوزه یا زمان گذشته با لوگزیلیب اتر با فعل با صرف فعل اتر یا هم بودن در خدمتون هستیم که چطوره. اگر که درس قبلی رو ندیدید حتما ببینید، چون این درس میتونه در ادامه اون باشه، میتونه مستقل باشه و همینطوری یاد بگیرید، ولی میتونه در ادامه اونم باشه. از این جهت که در درس قبلی گفتیم که در زبان فرانسه زمان گذشته با فعل avoir صرف میشه، مثلا میگیم je mange، یعنی چی؟ به زمان گذشته فعل مانژه رو میتونیم صرف کنیم با فعل avoir. امروز میخوایم با فعل هایی که با فعل être صرف میشن رو بهتون توضیح بدیم. خب بریم با هم ویدیو رو ببینیم. افعالی که در زمان گذشته با فعل اتر صرف میشن تعدادشون محدوده. 14 تا فعل اصلی هستن که باید شما اینا رو به یاد بسپارید، ولی چند تا فعل هم هستن که از این فعل ها ساخته میشن، مثلا تورنه و تورنه. ببینید یعنی فعل تورنه دژا فعل اصلیه ولی قوتورنه هم هست. حالا اینو مثلا ونیق و ونیق اینا رو حالا بعدن، ولی 14 تا فعل اصلی رو اگر یاد بگیرید میتونید بگید که تقریبا تمام افعالی که در زمان گذشته با ات صرف میشه رو میدید. خب من اینجا براتون یه مثال زدم تا بعدا لیست کامل فعلا رو بهتون بدم. یه مثالی زدم با فعل قسته به معنی باقی ماندن یا ماندن در زمان گذشته. چیزی که اتفاقی افتاده اینجا، شما باید بدونید که وقتی که ما یک فعل رو در زمان گذشته صرف میکنیم، وقتی که با لوگزیلیق اتخه یعنی با فعل ات هستش، اینجا باید بین سوژه و فعل یه تطابقی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا فمیننه، یعنی ما میگیم جو سوی قسته، فمیننه جو سوی قسته، اینجا مؤنثه، تلفظش فرق میکنه، ولی برای نوشتن فمینن یه دونه او آخرش باید اضافه کنید. توی قسته، توی قسته، ال قسته، ال قسته، ببین اینجا یه او اضافه کردیم. نوسوم قسته، وقتی میگیم نو جمعه باید یک اس اضافه کنیم. وقتی بگیم نوسوم قسته، اگر برای مؤنث باشه باید یه دونه او اس اضافه کنید، یعنی جمع مؤنث. برای ووزت قسته فقط یک اس رو نوشتم توی پرانتز. اگر وو ما دو نفر مذکر داشته باشیم، یعنی یک جمعی باشه که باید از مذکر استفاده کنیم، میشه ووزت قسته بکن اس که اس حالا میتونم نباشه. شما امکان داره با یک نفر که یعنی یک فرد مذکر مفرد باشه ولی به صورت مؤدبانه وو استفاده کن، اینجا اس نیاز نیست. ولی اگه بگید ووزت قسته یک جمع فمیننه، جمع یک جمعی باشه که یعنی دو نفر سه نفر باشن و مؤنث باشن و جمع باشن، باید اس اضافه کنید. و ایلسون قسته همیشه اس میگیره، السون قسته همیشه او اس. چرا؟ به خاطر که ال میدونیم که مؤنثه و وقتی اس داره میدونیم که جمعه، پس این او اس اجباریه. خب این صرف فعل یک فعلی بود که در زمان گذشته از فعل اتخ استفاده میکردیم برای صرفش. حالا اینجا براتون دو فعل براتون نوشتم که به فرم افرماتیو یعنی همون مثبت و فرم نگاتیو منفی چجوری صرف میشه. Je suis allé، فعل allé معنی رفتن. Je suis allé، tu es allé، il est allé، elle est allé، on est allé، nous sommes allé، vous êtes allé، ils sont allé، elles sont allé. خب این به صورت مثبته. اگه جایی شنیدید که مثلا tu es allé، شنیدید tu es allé، اینم درسته، چون اینجا لیزون رو براتون خط کشتم زیرشه که بدونید که یک لیزون تشکیل میشه، ولی لیزون اجباری نیست. ولی برای اینکه شما زیباتر صحبت کنید میتونید بگید je suis allé، میتونید بگید je suis allé، غلط نیست. و فرم نگاتیو ne est pas قبل و بعد از فعل être استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی je ne suis pas allé، tu n'es pas allé، il n'est pas allé، elle n'est pas allé، on n'est pas allé، nous ne sommes pas allé، vous n'êtes pas allé، ils ne sont pas allé، elles ne sont pas allé. خب این فعل allé به صورت گذشته منفی بود. حالا خب میگید اون فعل هایی که ما باید یاد بگیریم چی هستن؟ اون فعل های اصلی که ما در زمان گذشته باید از لوگزیلیق استفاده کنیم چی هستن؟ این قسمت من براتون انفینیتیو رو نوشتم، یعنی مصدر فعل نوشتم، و این قسمت قرمز ها پختسی پسشه، یعنی باید از اینا استفاده کنید.
فعل گروه اول که خیلی خیلی راحت هستن، چون که تلفظش هم حتی یکی میشه. ببینید آنتخه آنتخه فرق نمیکنه، تومبه تومبه، عقیبه عقیبه، فقط فرم نوشتاریش فرق میکنه که باید به اون توجه کنید. ونیر ونو، پختیر پختی، نتر نه، دسندر دسندو، رتورنه رتورنه، مونته مونته، سختیر سختی، رسته رسته، پسه پسه، مورر مور، اله اله. خب اینا پارتیسیپاسه فعلایی هستن که براتون معنیشان فارسی نوشتم. پارتیسیپاسه فعلایی هستن که در زمان گذشته باید از لوگزیلیر اتر استفاده کنید. پس اینا رو باید به خاطرتون بسپارید. خب حالا اگر تا اینجا ویدیو رو خوب یاد گرفتید و میتونید یک فعل رو در زمان گذشته با لوگزیلیر اتر صرف کنید، حالا بتونید این ادامه ویدیو رو اینجا با من ببینید. چون بعضی وقتا یه سری فعلا هستن، از بین این 14 تا فعل تقریبا 6 7 تا فعل هستن که من 6 تا از مهمترینش رو براتون نوشتم. 6 تا فعل هستن که هم میشه با اتر صرف بشه، هم میشه با اواخ صرف بشه، یعنی هم با فعل بودن هم با فعل هستن. چرا، چطور، در چه صورتی میشه از این استفاده کرد، در چه صورتی میشه از اون استفاده کرد. من چند تا مثال براتون نوشتم. اولش انتره نوشتم، ایل انتره دان لا پیس، اون وارد اون مکان شد، اون قسمتی حالا خونه یا هر چی قسمتی از اون مکان شد. ایل انتره دان لا پیس، کی؟ سوژه، فاعل، فاعل وارد شده. پس اینجا باید از فعل اتر استفاده کنید برای اینکه جملتون رو به زمان گذشته برگردونید. حالا دوزیم جمله دوم چیه؟ ایل انتره ل دونه دان لوردیناتور، اون اطلاعات و یا داده ها رو وارد کامپیوتر کرد. حالا اینجا میگیم داده ها وارد کامپیوتر شدن، پس شخصی وارد نشده، اون داده ها بودن که وارد شدن، یعنی یه سعوده، یعنی چیزی، یعنی فاعل اینجا وارد کامپیوتر نشده، اون داده ها رو وارد کامپیوتر کرده. در این صورت شما برای استفاده در زمان گذشته باید از فعل avoir استفاده کنید. یه مثال دیگه هم ببینیم با فعل sortir. Elle est sortie du bâtiment. Elle est sortie du bâtiment. اون از ساختمون خارج شد. حالا ببینید، یعنی اوی فاعل خارج شده. حالا ببینید میگه الا سختی لا پوبل، حالا اون، حالا اوی مؤنث خارج کرده چی رو؟ آشغالا رو. الا سختی لا پوبل، یعنی آشغالا رو برده بیرون. اینجا در این صورت ما نمیتونیم بگیم ال و بگیم ایلا سختی، یعنی فعل اواغ رو باید استفاده کنیم. یه نکته دیگه هم که باید توجه کنید، ببینید اینجا وقتی نوشتم ال سختی، من براتون اینجا رو وقتی اوشو قرمز میکنم، وقتی گفتیم از فعل اتر استفاده میکنیم باید لکارت باشه، یعنی باید یک تطابقی باشه بین سوژه و ورب، یعنی اینجا ال، پس اینجا باید سختی او داشته باشه. ولی اینجا وقتی فعل اواغ استفاده میشه دیگه هیچ تطابقی بین سوژه و فاعل انجام نمیشه و اینجا سختی همینطوری نوشته میشه، ال سختی لا پوبل. مثال دیگه پور مونته، نو سون مونته دان لو تران آلور، میگه ما سوار ترن شدیم سر ساعت به موقع. کی؟ سوژه، یعنی ما سوار ترن شدیم به موقع. و با فعل avoir ایل سون مونته ل باگاژ آل اتاژ، میگه اون چمدونا رو بردن مثلا توی طبقات، ایل چمدونا رو بردن توی طبقات، یعنی بالا بردن از طبقات. حالا اینجا چیزی که بالا رفته از طبقات چیه؟ چمدوناست، فاعل نیست، پس اینجا باید از فعل avoir استفاده کرد. مثال بعدی descendre avec être، nous sommes descendus du train، nous sommes descendus du train، کی؟ nous sommes، یعنی فاعل پیاده شده از ترن. جمله بعدی nous avons descendu le carton dans le garage، میگه کارتونا رو بردیم توی گاراژ، یعنی بردیم گوشیم پایین توی گاراژ. حالا اینجا چون کارتون ها بودن، سعوده بوده که رفته توی گاراژ، یعنی فاعل نبوده که وارد گاراژ شده، پس اینجا باید از فعل avoir استفاده کنیم. حواستون هم باشه که گفتم که اگر فعل اتر باشه باید اینجا لکاغ باشه انتخ سوژه افل، ولی اینجا وقتی از فعل avoir استفاده میکنیم دیگه این تطابق نیازی نیست. اینجا نو جمع بوده و ما اس گذاشتیم، ولی اینجا چون با فعل avoir صرف شده لول فعل descendre، پس دیگه اینجا اس نمیخواد. مثال بعدی پسه، Je suis passé devant ta maison hier. Je suis passé qui؟ من، فاعل، من اومدم از جلوی خونه تو رد شدم دیروز. دیروز از جلوی خونه تو رد شدم. حالا اگه بگم je passe un bon moment avec mes amis، یعنی من لحظات خوبی رو با دوستام گذروندم، مثلا دیروز لحظات خوبی رو با دوستام گذروندم، اینجا لحظاتی که خوب گذرونده شده و من نیستم، پس اینجا باید از فعل avoir استفاده کنم.
مثال بعدی روتورنه. ال روتورنه شزه اپری لو تراوای. اون برگشت خونش، خونه خودش بعد از کارش. خب اینجا کی برگشته؟ فاعل. پس بعد از فعل اتر استفاده کنیم. مثال دوم ال روتورنه لا کرپ دون لا پوال. اون پنکیکا رو یا اون کرپا رو توی مایتابه برگردون. چیزی که اینجا برگردونده شده کرپ بوده، پنکیک بوده که توی مایتابه برش گردوندیم. پس اینجا بعد از فعل اوار استفاده بشه. خب اینم مثالایی بود که میشد براتون نوشتم. حالا خودتونم میتونید مثالای بیشتری رو با این جملات بزنید. یه چیز دیگه هم که اینجا براتون توضیح دادم، وقتی که ما از فعل پسه استفاده میکنیم، حالا یا با لوگزیلیا اتر و اوا، میتونه معنای جمله عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی جوسی پسه شتوا، جوسی پسه شتوا یعنی من جوسی ونو، اومدم خونه تو. ولی وقتی بگم ژ پاس ان اگزاما یعنی من یک امتحان رو دادم. ژ ف ان اگزاما یعنی من یک امتحان رو دادم، امتحان دادم یعنی انجام دادم یک امتحان رو. پس اینجا معنی اومدن داره، اینجا معنی پاس ان اگزاما یعنی امتحان دادم. یه مثال دیگه جوسی مونتو تخوازیم اتر، یعنی من مثلا ما رفتم بالا توسط مثلا پله ها سه طبقه رو رفتم تا طبقه سوم. ولی مثال دوم وقتی که نوشتم جه مونتم مبل ایکا، یعنی من یک مبل ایکا رو اسامبله کردم، یعنی سرهم کردم. ببین اینجا دیگه من بالا بردن، یعنی با هم سرهمش کردم اون مبلو. اینجا میخوام بهتون بگم که اگر فعل اتر باشه یا اواق باشه چطوری میتونه معنی جملم عوض بشه. خب برای اینکه ما ببینیم که چطور ما توی یک دیالوگ خیلی ساده، حالا بر سطح آیک آدو، میتونیم از پس کمپوزه استفاده کنیم، میذارم براتون گوش کنید و اونجایی که از فعل پس کمپوزه استفاده شده برای یعنی جملتون به زمان گذشته و پس کمپوزه با فعل اتر رو سعی کنیم که با هم دیگه پیدا کنیم. podcastfrancaisfacile.com. Tu as passé une bonne journée? خب ببینید اینجا چی میگه؟ تو پاسه اون بون جورنه. اینجا میگه تو پاسه اون بون جورنه، یعنی روزت خوب گذشت. یعنی اینجا فعل پسه برای روزه. پس از لوکسیلیر اواق استفاده کرده. نمیگه تو پاسه، میگه تو پاسه اون بون جورنه. Oui, très bonne. Où est-ce que tu es allé? Je suis allé. خب allé گفتیم با فعل être et au musée du Louvre. خب je suis allé، خب فعل allé با اینجا فعل allé، اینجا هم دور فعل allé je suis allé. خب چون یه خانم داره صحبت میکنه توجه کنید به جزئیات، ببینید یه دونه او گذاشته که یعنی چی؟ یعنی فمیننه، مؤنثه. au Louvre. Tu es resté toute la journée au Louvre. خب tu es resté، ببینید فعل دوره، فعل resté با l'auxiliaire être. Presque. Je suis descendue du bus à 9h. خب je suis entrée dans le musée vers je suis descendue, je suis entrée vers 9h30 et je suis sortie du musée à 3h30. Je suis sortie du musée. Tu n'es pas rentrée directement alors? Non. Je suis retournée une fois à l'école et après je suis passée chez Amanda, mon amie américaine. Quelle journée? Oui, je suis morte de fatigue. خب ببین اینجا میگه je suis passée chez Amanda. خب اینجا میگه je suis passée، وقتی که میگه رفتم خونه دوستم، اینجا میگه je suis passée به خاطر اینکه فاعل رفته. اینجا میگه tu as passé، اینجا میگه je suis passée. Mon amie américaine, quelle journée? Je suis morte de fatigue. گفتیم فعل موریر هم باید با لوگزیلیر اتر استفاده کنید. میگه چی؟ je suis mort de fatigue، یعنی خستگی مردم. خب این توی همین دیالوگ خیلی ساده که شنیدید، دیدید که چند بار از فعل اتر استفاده کرده و برای اینکه جمله رو به زمان گذشته صرف کنه. خب برای اینکه یه تمرینی هم انجام داده باشیم آخرین ویدیو، من براتون 5 تا جمله اینجا آماده کردم که شما جمله رو میشنوید و فقط کاری که باید بکنید فعل رو بنویسید برای خودتون و توجه داشته باشید که اینجا فاعل چیه و بر اساس فاعل فعلتون هم مطابقت بدید. اگر فاعل مؤنثه باید فعل مؤنث باشه با گذاشتن او، اگر فاعل جمعه و بعد به این نکات توجه کنید. این 5 تا جمله رو میذارم بشنوید و شما خودتون خودکار بردارید و اینا رو بشینید بنویسید. وقتی که نوشتید بعد با هم جواب رو چک میکنید. میذارم با هم بشنویم اینا رو. Elle est passée chez elle. Elle est passée. Nous nous sommes levés. Levés.
Il est parti quelque part. Fait-le partir pour il, اینجا. Elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. اونجا اینجا il بود. اینجا همون فعل partir برای elle رو باید بنویسید و جمله پنجم. Ils sont sortis d'une voiture grise. خب ils sont sortis. خب اینجا فقط il جمعه. خب ویدیو رو استوب کنید چند دقیقه به خودتون زمان بدید این پنج جمله رو بنویسید و با هم بیایید جواب رو ببینیم. خب اینم جوابی که با هم می‌بینیم. elle خب ببینید پسه اینجا او گذاشته چون فمیننه. نو نو سوم لوه اینجا او اس به خاطر اینکه نوشته بود که یک جمع مؤنث پس او اس. ایل پختی خب پختی با اتخ و اینجا هم که ایله پس هیچی لازم نیست بذاریم ولی اینجا ال نه با پختی اینجا باید یه او بذاریم چون اله. ایل سان ساختی اینجا اسه به خاطر اینکه ایل جمع مذکره فقط یه دونه اس لازم داره. خب اگر که جواب رو درست نوشید بقبول خبیم بقبول بهتون ولی اگر هم که درست نوشید هیچ اشکالی نداره دوباره ویدیو رو ببینید و سعی کنید که از سر تمرین رو انجام بدید. خب امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.